بخشی ها کسانی هستند که در شمال خراسان و ترکمن صحرا با دوتار داستان های حماسی و عاشقانه رو به آواز برای مردم میخونن. هنر بخشی خوانی رو به زوال هست. در آپارات این هفته به یکی از بخشی های بزرگ ایران آشنا بشید. سلام، خوش اومدید به آپارات این هفته. حسن سرچو هستم. در تعریف عامیانه، بخشی یعنی کسی که خدا به او بخشش یا موهبتی داده و او را تبدیل به آدمی استثنایی کرده و به همین دلیل هم بخشی باید نوازنده و خواننده خوبی باشه، داستان و شعر بگه و در این حال خودش هم بتونه ساز خودش رو بسازه. در تاریخ زندگی مردم شمال خراسان و ترکمن صحرا نام بخشی های معروفی به یادگار مونده، از جمله بخشی حسین یگانه که حدود 25-6 سال پیش درگذشت. یکی از نامدارترین شاگردان او علی غلامرضایی آلماجوقی از آخرین بازماندگان نسل درخشان بخشی های شمال خراسان هست. یک کشاورز و دامدار اهل روستای آلماجوق که سحر انگشتانش روی سیم دوتار همه رو به تحسین وامی داره. این هفته در آپارات با فیلم در نیم پرده شب آواز آفتاب سری میزنیم به آلماجوق و سراغی از احوالات بخشی علی غلامرضایی آلماجوقی میگیریم. این فیلم ساخته رضا خاکشور هست. آقای خاکشور متولد سال 1354 و مهندسی مکانیک داره، اما علاقه اصلیش موسیقی و سینماست و تا حالا چند مستند سنتی و اجتماعی به ویژه درباره شهر مشهد و فرهنگ شفای اون ساخته. دغدغه اصلی اون هم در مستندسازی همین مسئله فرهنگ شفاهی هست. برای گفتگو در زمینه این فیلم و موضوعش از دو صاحب نظر خراسانی در دو عرصه متفاوت دعوت کردیم که در برنامه با ما باشن تا بیشتر بتونیم با این هنر و این شخصیت آشنا بشیم. فرید اسماعیل پور، مستندساز و دانشجوی دکترای سینما از پاریس، همراه با عبدی بهروانفر، موزیسین از لندن با ما هستن. خیلی خوش اومدید هر دوی شما. خب به اتفاق میهمانان برنامه، فیلم در نیم پرده شب آواز آفتاب ساخته رضا خاکشور رو ببینیم، بعد درباره اش حرف میزنیم. رفتیم بازار مشهد قوچان، دکون مرحوم حاج محمد حسین یگانه گفت میشه بریم ما بخنی. گفتم ها. یک آهنگ گرفت پشت سرش، ما همه آهنگ که او میزد مخوندم. گفت کلب حسین؟ گفت بله. گفت ای را محکم نگه دار، ای دزده، ای بخشی مره. یک روز هم میشه که بچست با بگلود یا فرغولی دست خواهه دامن بدد گارده. اصلا با قرآن مجید اگر مو یاد مردم که سرما به ما تأثیر کنه و سینه مو بگیرم. هران سینه هفتش روزا گرفتم خیلی ترم بگیرم. ثبت فرهنگ شفاهی یک نسل رو به زوال از نوازندگان شمال خراسان و ترکمن صحرا. یک بخشی باید نوازنده دوتار باشه، ترانه سرا باشه، بتونه شعر بگه و داستان سرایی کنه. بخشی ها مثل موسیقیدان های دیگر مقامی خراسان و جای دیگه ایران، پیش از این که نوازنده باشن یا موزیسیان باشن یا خواننده باشن، پیش از همه اینها روایتگرن. و خب اینجا فیلمساز وسوسه شده، انتخاب کرده که میتونه انتخاب درستی باشه، انتخاب کرده که روایت فیلمشو به کسی بسپره که یک راوی قهاره و این میتونه خوب جالب باشه برای مخاطب نگاه کردن از نظر دیگه.
در نیم پرده شب آواز آفتاب رو دیدیم، ساخته رضا خاکشور. ثبت فرهنگ شفاهی یک نسل رو به زوال از نوازندگان شمال خراسان و ترکمن صحرا. برای صحبت درباره این موسیقی و این فیلم، دو صاحب نظر از همون منطقه با ما در سینمای آپارات هستن: فرید اسماعیل پور، مستندساز و محقق سینما از فرانسه، و عبدی بهرام‌فر، موزیسین و صاحب نظر در زمینه موسیقی و از شاگردان استاد علی آلمانچوقی. هر دو شما باز هم خوش اومدید به برنامه. بذارید با شما شروع کنیم آقای بهرام‌فر. خیلی تعریف روشنی از بخشی ها وجود نداره، حد و مرزش چیه؟ چه فرقی بین اینها و مثلا آشیخا توی آذربایجان هست یا حتی توی خود خراسان؟ چه جوری میشه یکی رو بهش بگیم بخشی؟ اولا موسیقی در شمال خراسان به دو قسمت تقسیم میشه، یکی موسیقی بخشی ها هست، یکی موسیقی آشیخا هست. آشیخا که نوازنده های سرنا، قشمه و دهل هستن، و موسیقی بخشی ها. موسیقی بخشی ها در واقع روایتگر فرهنگ شفاهی خطه خراسانه که میشه گفت میراث فرهنگی اون منطقه محسوب میشه. در واقع یه شناسنامه از اون منطقه ارائه میکنه این موسیقی، و یک بخشی باید نوازنده دوتار باشه، ترانه سرا باشه، بتونه شعر بگه و داستان سرایی کنه. البته نکته مهمی که در اجرای بخشی خیلی اهمیت داره، بداهه سرایی و بداهه نوازی هست که اینو باید تبحر زیادی درش داشته باشه. بذارید بریم سراغ شما. حالا اصلا آقای اسماعیل پور، چرا اصلا تو این خراسان این موسیقی اینقدر اهمیت داره؟ چی شده که اینقدر این موسیقی اونجا یک مقام برجسته و مهم داره و تأثیر گذاره تو منطقه با وجود همه مسائل اجتماعی دیگه که اونجا وجود داره؟ تو منطقه اقوام مختلف وجود دارن با فرهنگ‌های موسیقیایی و فرهنگ‌های قومی و زبانی مختلف، و رسیدن اینها به هم باعث یک تبادل فرهنگی و یک گفتگو شده که توی موسیقی کاملا مشهوده، و این موسیقی یه زبانی هم بین این اقوام بوده، فارغ از فارس و کرد و ترک یا عرب بودن. حتی در شمال خراسان یه بخشای عرب نشین داریم. بودن این مردم یا بلوچ در جنوب با موسیقی میتونستن با هم ارتباط برقرار کنن و این تبادل فرهنگی رو انجام بدن. ولی یه سوالی برای من پیش میاد آقای بهرام‌فر. شما خودتون تو زمینه موسیقی جاز و بلوز کار میکنید، کاملا به نظر دور و متفاوت میاد، ولی در این حال شاگرد آقای آلمانچوقی بودید و از اون عرصه هم میایید. اینا اصلا چه قرابتی دارن، چه نسبتی دارن به هم دیگه؟ اولا نوع یادگیری اینها هر دو سینه به سینه هست. نکته بعدی که میشه بهش اشاره کرد، نوع ترکیب بندی شعر و مضمون اشعار هست که بیشتر به زندگی عادی مردم و درد و رنج اونا میپردازه و رابطش با طبیعت. و توی اجرا هم شبیه هستن، یعنی جایی میشه گوشه های از اینها رو شبیه به هم دید. وقتی که با آقای آلمجوقی آشنا شدم، یک قرابتی از نوع اجرای نوازنده های فولک بلوز آمریکایی دیدم، و حتی نوع تفکر اینها نسبت به بداهه نوازی، ترانه سرایی و حتی نوع شعر، ترکیب بندی شعر و حتی مضمون اشعار که در زمینه زندگی مردم بیشتر خلاصه میشه. خب حالا ایشون از خودشون گفتن و سابقه شون تو این زمینه، اینها این فرهنگ سینه بی سینه و شفاهی. فیلم هم یک ثبت شفاهیه از خاطره های آقای آلمانچوقی و نوع نگاهش به این نوع موسیقی. آیا این ثبت شفاهی و گفتگو رو ما میتونیم یک مستند کامل بدونیم؟ بله. عنوان فیلم. بله. یک تعریف ابتدایی و مهم درباره فیلم مستند هست که ما معمولاً یادمون میره همیشه. اینکه فیلم مستند یک سند تصویریه که حاوی یه سری اطلاعات مهمه. از این جهت این فیلم واقعاً فیلم درخشانیه، به خاطر اینکه یه اطلاعاتی رو ثبت کرده و ثبت تصویری کرده که نه تنها امروز برامون مهمه و حائز اهمیته، که برای آیندگان هم میمونه. پس این یه فیلم مستند خیلی خوبه از این جهت. بخش دیگری که داریم واردش میشیم اون بخش ثانوی یا دوم ماجراست، یعنی که آیا این سند تصویری استانداردهای یک اثر خلاق هنری را دارد یا نه. فیلمساز سعی کرده این پورتره رو در مستقیم ترین شکل خودش بسازه، یعنی روایت رو ببخشه
و واگذار کنه به شخصیت فیلم که اون بخشی هست. از یک طرفی خیلی نمیشه برای خورده گرفت، اون انتخاب فیلمسازه و ما اینو امروز پذیرفتیم، میتونیم تحسینش کنیم یا نه، ولی ما پذیرفتیمش، در باره این بحث میکنیم. ولی مسئله اینه که به نظر من یک خیلی وسواس انگیز بوده این انتخاب، به خاطر اینکه بخشی ها مثل موسیقیدانهای دیگر مقامی خراسان یا جای دیگه ایران پیش از اینکه نوازنده باشن یا موزیسین باشن یا خواننده باشن، پیش از همه اینها روایتگرن. و خب اینجا فیلمساز وسوسه شده، انتخاب کرده که میتونه انتخاب درستی باشه، انتخاب کرده که روایت فیلمشو به کسی بسپره که یک راوی قهاره، و این میتونه خب جالب باشه برای مخاطب نگاه کردن از زاویه به فیلم. در حقیقت با چه سبک و سیاق این فیلم رو میتونیم بپردازیم؟ یعنی فیلم در چه بخشی از در چه ژانر یا بخشی از مستندسازی قرار میگیره؟ یه مقدار توضیح بدید این رو. خواهش میکنم. چیزی که من توی این فیلم میبینم یک فیلم مستند پورتره است. در اصل فیلمساز خیلی علاقمند بوده و به نظر من تا یه حد زیادی هم موفق بوده که یک پورتره از موزیسین و بخشی اون منطقه بسازه. فیلم حاوی جزئیات خیلی مهمیه، نه تنها از گذشته بخشی بلکه حتی از استادا. شما میدونید برای موزیسین های مقامی خیلی استادشون خیلی مهمه، اینکه او تلمذ چه کسی رو دیده و چه کرده، از کاری که خودش امروز میکنه برای اون و یه وقتی مخاطب مهمتره. برای همین یک ارجاعات بینامتنی وجود داره تو این فیلم بین بخشی که ما میشناسیم و داریم میبینیم و اوس حسین یگانه، خب بخشی خیلی بزرگی بوده و استاد او و خیلی های دیگه بوده. رفتیم بازار مشهد قوچان، دکون مرحوم حاج محمد حسین یگانه، دکون کوچیکی داشت، آرایشگاه داشت، همونجا هم تار مسخ هم آرایشگاهی، در دکون را که ما وا کردیم مثل چله خانه بخشی ها همه نشستن، هر کدوم یک تار به دستش، این همونجا حاضر آمده. از این باب من فکر می‌کنم یه مستند پورتریه که به طور خیلی اجمالی به شخصیت بخشی می‌پردازه در این فیلم و فکر می‌کنم فیلم موفقه. الان وضعیت در اون منطقه چطوری هست؟ ما هنوز این هنر رو زنده داریمش یا واقعا رو به زواله؟ ظاهرم چیزی که نشون میده اینه که این موسیقی در حال کمرنگ‌تر شدنه، ولی با وجود شاگردای زیادی که این اساتید دارن هنوز امیدی هست. آقای اسماعیل پور، واقعا این خواسته منطقی هست که بخوایم انتظار رونق این صنعت رو داشت به عنوان یک صنعت موسیقی در حقیقت اونجا، چون بازار کار بخشی ها در حقیقت مراسم هست، مراسم مثل عروسی ها یا مراسم مشابه، ولی اصولا دیگه تو این مراسم ما کمتر میبینیم حضور اینها رو، بنابراین و اصلا نمیخونه وجود اینها با عروسی های امروزی. این برداشتان درست هست یا نه؟ میتونه درست باشه. من پژوهشگر موسیقی نیستم، پاهم میذارم تو کفش دوستان متخصص، عذرخواهی میکنم به خاطر این، ولی فکر میکنم اگر کلمه صنعت رو دو تا کلمه دیگه به جاش پیشنهاد بدیم، مثل حرفه و بعد آیین، اون چیزی که برای من موسیقی مقامی بیشتر تو این دو تا کلمه متبلوره. نه خیلی سخته امروز، به خاطر اینکه اولا فرهنگ عامه عوض شده، شکل زندگی عوض شده، نیازهای مردم احتمالاً عوض شده، و از این جهته که معمولاً این موسیقی به یک شکلی اگر بشه گفت آکواریومی ما حفظش کردیم توی سالهای اخیر، توی این 30-40 سال اخیر، حرکتی که قبل از انقلاب ایران هم شروع شده توی وزارت فرهنگ و هنر برای حفظ این موسیقی، و فکر میکنم خیلی چاره‌ای وجود نداره برای اینکه این موسیقی رو گرش بزنیم با زندگی امروزه، چون میدونید که موسیقی یه هنره و قبل از هر چیز این مخاطبه که اونو میپذیره یا نمیپذیره، میدونید، و فکر میکنم امروز مخاطب خیلی پذیرا نیست. ولی همونطوری که آقای بهروان‌فر گفتن، تلاشایی که کردن محققا و شاگردای این استادا میکنن و خود این استادا سینه به سینه منتقل کردن به شاگرداشون، این امیدو به ما میده که این میراث فرهنگی و تاریخی و هنریمون حفظ بشه. و نکته خیلی جالب و خوشحال کننده برای من اینه که فکر میکنم خراسان یکی از معدود خطه‌های ایران باشه که تا امروز اینقدر ثبت تصویری و سندی از موسیقی انجام شده. گاه شما با موردی برمیخورید که درباره یک موزیسین دو یا سه فیلمساز فیلم پورتره ساختن. این یک شانسه و خبر خیلی خوبه برای کسانی که علاقمندن به فرهنگ و به طور خاص فرهنگ خراسان. آیا این در واقع تبدیل شدن یا این تلفیق شدن
میتونه یک راه نجات یا راه مدرن شدنی برای اون نوع موسیقی باشه؟ امیدوارم اینطور باشه، به خاطر اینکه یادمون نره که این موسیقی از دل تاریخ داره میاد و واقعیتش اینه که نه تنها اینکه یه سری امیدها و دردها رو حفظ کرده به شکل داستان یا مقام‌های مختلف، بلکه همیشه پاسخی بوده به مسائل و نیازهای مخاطبای زمانه خودش. پس امروز هم شاید اگر دنبال این پاسخ باشه، اینو از موسیقی بتونه خودش رو حفظ کنه. منظور برای اینکه این امکانات تو اون شهرها یا شهرستانها یه وقتایی دهاتای کوچکی که اینا زندگی میکنن وجود داشته باشه، از لحاظ اجتماعی و زیرساختایی که باید وجود داشته باشه. و خراسان هم همیشه مهد فرهنگ و هنر ایران زمین بوده. خب مجال بیشتری نیست برای ادامه این گفتگو. ممنون از توضیحات روشنگر شما هر دو نفر، فرید اسماعیل پور و عبدی بهروانفر. امیدوارم که شما هم مثل من از این گفتگو لذت برده باشید. دوست داریم نظرات شما رو هم بدونیم، با ما در ارتباط باشید از طریق ایمیل برنامه به آدرس aparat@bbc.co.uk و یا از طریق صفحه فیسبوک آپارات به آدرس آپارات آن فیسبوک. جزئیات بیشتر در مورد فیلم و فیلمساز رو هم از طریق صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی پیگیری کنید. تا هفته آینده و فیلم دیگر به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید.